بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون به خیر و خوشی باشه، نماز روزهاتون قبول باشه و امیدوارم که روز 11 ماه مبارک رمضان رو هم همچون روزهای گذشته به عبادت و نیایش و راز و نیاز با خدای عزوجل پرداخته باشید و انشاءالله که روز 11 هم مورد قبول خدا قرار گرفته باشه و آماده باشید تا آهسته آهسته مابقی روزهای ماه مبارک رمضان رو هم به عبادت خدا بپردازید تا برسیم به شبهای قدر. شبهای قدری که پیش رو داریم به جرأت میتونم بگم با شبهای قدر سالهای قبل خیلی خیلی متفاوت هست، چون الان توی این شرایط دنیا، مردم دنیا همه یک درد مشترک دارند. همه مردم دنیا این رو احساس کردند که درد مشترک دارند. همه درد، بزرگترین درد مشترک همه بشریت که غیبت آقا بقیت الله العظم هستش، ولی خب بعضی ها، یعنی اکثر مردم غافلند از این. ولی الان بحث ویروس کرونا و این بیماری همگیر تبدیل شده به درد مشترک همه انسان‌ها و جا داره که با حالت همون تضرعی که خدای عزوجل در قرآن کریم بهش اشاره می‌فرماید به نزد خدای عزوجل بازگردیم و اعمال خودمون رو مرور کنیم و برای تعجیل در فرج امام زمانمون صاحب العصر و زمان دعا بکنیم و از خدا التماس بکنیم تا هرچه سریع‌تر امر فرج بقیت الله العظم رو تأیید بکنه و چشمان گناهکار ما به جمال بیمثال ایشون روشن بشه. همطور که مستحضرید با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما هستیم از کربلای معلم. میدونم هر وقت میگم کربلا دلتون میلرزه، دلتون میاد کنار ذریح شش گوشه آقای امام حسین علیه السلام. خیلی از شما پیام ها رو میخوندم، برخی از عزیزان به صراحتا میگفتن آقا ما به عشق دیدن حرم آقای امام حسین شبکه امام حسین رو میبینیم. اشکال نداره، اصلا همین خوبه، همین خوبه که شبکه امام حسین رو هم که میبینید عشقتون عشق آقای امام حسین باشه. دیدن ذریح مطهر و نورانی آقا عبدالله حسین علیه السلام، اون موقع که دلتون وصل میشه با حرم، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. برنامه سرزمین عشق رو طبق روال شبهای گذشته تقدیم میکنیم خدمت همه شما خوبان با حضور اسکایپی کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حائری حسینی که از طریق اسکایپ با ما در تماس هستند. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت این استاد گرانقدر خطیب منبر حسینی عرض سلام و ادب داشته باشم تا بعد از اون انشالله آهسته آهسته وارد بحث امشب بشیم. حاجی حائری سلام بنده را پذیرا باشید از کربلای معلا، نماز و روزهاتون هم قبول باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، من هم خدمت شما و همه بینندگان و دوستان اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله طاعات و اعمال و عبادات همه مورد قبول درگاه احدیت و انشاءالله خدا به همه توفیق بده از نزدیک بیان کنار قبر آقا سید الشهدا اونجا عرض ادب بکنن و انشاءالله این ایام را و این سال را یا این ماه را ماه فرجی از برای همه شیعیان امیرالمؤمنین ان شاء الله بشود. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونم حاجی حائری، خدا حفظتون بکنه. ان شاء الله آماده هستید تا ان شاء الله به نیابت از همه بیننده ها همچون شبهای گذشته عرض سلام و ادب بدیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام. یالا بفرمایید. بله، ما هر چه داریم از اهل بیت عصمت و طهارت و تحیات و سلام است. امیدواریم ان شاء الله این سلام ها مشکل گشا باشد و ذخیره آخرت برای همه باشد و ما یقین داریم که وقتی که سلام بکنیم به هر از هر جا مسلما آقا سید الشهدا سلام الله علیه جواب همه ما را میدهد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور
السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى أختك أم كلثوم، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا قمر العشيرة ويا باب الحوائج، يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء. السلام عليك وعلى أمك أم البنين. السلام عليك سيدي ورحمة الله وبركاته. أحسنت، طيب الله فاسك. خدای عز و جل لطفی کرده به همه ما و در این ضیافت نورانی و مقدس ماه مبارک رمضان بشریت رو به خوان کرم و لطف و رحمتش دعوت کرده. خب در این خوان پرعظمت و مبارک هر کسی به اندازه وسعش و به اندازه توانایی و گنجایش خودش بهره برداری میکنه. اگر یه مثال قشنگه، میگه گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر کسی کاهل باشه در این ماه مبارک و از برکات و فیوزات اون بهرمند نشه، خب این رو نمیشه بگیم تقصیر خدای عزوجله که این شخص استفاده نکرده. خب این طرف تنبلی کرده، این طرف نرفته اونجایی که باید دستش رو دراز بکنه، گدایی بکنه، جلوی خدای عزوجل، خدای بی‌نیاز اظهار عجز و ناتوانی و فقر نکرده، جلوی انسانی فقیرتر از خودش چه بسا اظهار عجز کرده، اظهار نارضایتی کرده و در حقیقت دست نیازش رو دراز کرده. چرا این رو خدمتون عرض میکنم؟ همه ما نیازمند لطف خدای عزوجل هستیم. همه ما آن به آن و ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه نیازمند عنایت خدای عزوجل هستیم که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت به ما منتقل میشه. خدا اینطور خواسته که در جریان خلقت کارگزارانی باشند که به بهترین نحو اوامرش رو اطاعت بکنند و گل سرسبد این کارگزاران، این کسانی که به امر خدای عزوجل امور دنیا رو رتق و فتق میکنند، اهل بیت عصمت و طهارتند. خب حالا چرا واقعا باید ما برای هر چیزی، چه مادی چه معنوی، دست نیاز به سمت انسان فقیرتر از خودمون دراز بکنیم؟ چرا نباید بیایم خدمت اهل بیت عصمت و طهارت؟ چرا نباید در خانه کرم این بزرگواران رو بکوبیم؟ این شبها هم که با حضور آقای حائری داریم بحث از مظلومیت این عزیزان رو میکنیم. یکی از راههایی که یه مطلبی رو من کوچولو عرض بکنم، بعدش بریم سراغ بحثی که انشالله حاجی حائری شروع خواهند کرد با اجازه این کارشناس عزیز. البته میگه یه وقتی یه پدری یک مبلغ مثلا به پول 20,000 تومان مثلا به بچهش میده، این بچه میره با همین 20,000 تومان میره یک هدیه برای خود پدر میخره. این وسط پدر خیلی خیلی خوشحال میشه، چون میبینه این بچه به فکرش هست، این بچه در حقیقت با وجودی که خودش هیچی نداره همون مبلغ رو هم از پدر گرفته، ولی باز هم به فکر پدر هست و پدر ابراز علاقه و محبتش رو نسبت به فرزند چند برابر میکنه. قیاس من قیاس مع الفارقه، یه خاک بر فرق من و مثال من، ولی کن اگر بخوایم نزدیک بکنیم یک مقدار همین مسئله رو به ارتباط ما با اهل بیت عصمت و طهارت، ببینیم چقدر از اون لطف و رحمتی که از اهل بیت عصمت و طهارت دریافت میکنیم، چقدرش رو برای خود این بزرگواران خرج میکنیم. این نکته خیلی مهمیه که انشالله حواسمون باشه و سعی بکنیم بیشتر ارتباط برقرار بکنیم با اهل بیت عصمت و طهارت. حاجی حائری ببخشید، من ابتدای برنامه یه چند تا مطلب رو مد نظرم بود عرض بکنم، ببخشید وقت شما گرفته شد، من در خدمتتون هستم تا ان شاءالله استفاده بکنیم. ان شاءالله که این مطلبی که عرض کردم مقدمه هم باشه بر بیان اونچه که میخواهید در این جلسه بیان بفرمایید. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها المؤمن ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا. الله أكبر. إني خطبيس أز خطبهاي بعبارتي برجنجال قول ما أمير المؤمنين علي عليه السلام، كدر إن خطبه أولا بنای آقا بر این دست که مظلومیت خودش را بیان بکنه. حالا این خطبه کی؟ معلوم است ظاهراً بعد از رفتن اون حکامی که قبل از آقا امیر المؤمنین بودن، چون نامی از اونها تقریبا حضرت میاره. پس در دوران خلافت ظاهری امیر المؤمنین، بایلا دیشب عرض کردم حضرت خلیفه بود قبل از آنی که خدا آسمان و زمین رو خلق بکند. یوم خلق السماوات والارض، که ما آیه داریم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، که حضرت سوال میکنن این 12 شهر، این 12 ماه یعنی چی در قرآن؟ حضرت میفرماید یعنی 12 امام. تأویل البته آیه است که حضرت میفرماید. در هر صورت را در دوران خلافت ظاهریش ظاهراً یک خطبه ای را بیان میکند، درد دلهاش را حضرت میگه و مصائبی که دیده از حضرت و مظلومیت خودش را بیان میکنه. حالا من تمام جوانب این خطبه را میخوام اشاره بکنم، وقت نیست، اما میخوام عرض بکنم که این خطبه خودش یک مسئله است که باید ما بررسی بکنیم. این خطبه مشهور است به خطبه شخشخیه. خب حالا چرا این اسم را گذاشته شده است؟ ظاهرا خود حضرت اشاره میکند به این خطبه. این خطبه را حضرت امین سلام الله علیه بیان کرد، ولیکن دشمن ها آمدن گفتن این خطبه مال امیر المؤمنین نیست. خب این حرفیه. خب دشمن ها همیشه در صدد هستن که نام اهل بیت را محو بکنن، این یک، و همیشه در صدد هستن که بگن این ظالمین، این غاصبین، اینا مثلا آدم های خوبی هستن. یه وقتی یه کتابی من به دستم آمد، یه عبارت اسم عجیب غریبی بر اون نوشته شده بود، نوشته بود، من دارمش این کتاب را، نوشته بود یزید ابن معاویه خدا لعنتش بکنه امیر المؤمنین المفتر علیه المظلوم. ببینید یاد میگه یزید ابن معاویه که دیگه جرمش و گناهش از فرعون شداد هم بالاتر، میگه مظلومه. حالا خب مظلوم اونه یا آقا سید الشهدا و اهل بیتن، در هر صورت دشمن ها این
کار را میخوان انجام بدن و دادن و همیشه هم در صدد هستن. امیرالمومنین علی علیه السلام این خطبه را بیان کرد که اثبات بکنه مظلومیت خودشان. یه وقتی یکی از این شبکه های دشمنان اهل بیت، من میگم دشمنان اهل بیت نمیگم مخالفین، دشمن اهل بیت، بله، مخالف را میشه انسان باش حرف زد و قانع بشه، اما این دشمن اهل بیت، دشمن امام حسین، دشمن خاندان عصمت و طهارت است. من اگه بخوام در این وادی وارد بشم خیلی مسائل هست. اینا اصلا مصرن بر این که اینها نام اهل بیت را از بین ببرند. شما میدونید این آقایون در، حالا دور میشیم از خطبه بعد برمیگردیم، این آقایون میدونید در نماز و در تشهد واجبه بر این که بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اصلا واجبه در جزءه، اما وقتی که با شما حرف میزنه میگه صلی الله علیه و سلم. خب این دشمنیه با اهل بیت. در هر صورت اینا داشت شرح میداد، بعد میگفت بر این که این اولا این نهج البلاغه مربوط به امیرالمومنین نیست، همین حرفی که دیگران قبلا هم زدن. بعد میگفت که این خطبه شقشقیه هم مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام نیست. خب خدا رحمت کند همه علما و بزرگان و اونهایی که خدمت کردن. من این کلمه رو میگم خطاب به اون دشمن اهل بیت. مدتی هم بود در دلم که میخواستم این جمله را به یه شکلی برسونم، بگم که شما که میگید این خطبه مال امیرالمومنین نیست، یکی از علمای بزرگ در عراق مرحوم سید عبدالزهراء خطیب، این سید بزرگوار من دیده بودم ایشون یک کتابی تألیف کرد بسیار زیبا، بعد از آنی که دید مردم دشمنها مخالفین حرفی حرفهایی در باره نهج البلاغه دارن، آمد یک کتابی را تألیف کرد، زحمت کشید و خون جگر خود، به نام مصادر و نهج البلاغه. خیلی قشنگه. شما میگید نهج البلاغه مال امیرالمومنین نیست، ما مصادرش پیدا میکنیم. مصادر نهج البلاغه میگه بر این که این نهج البلاغه کی نوشته شده است و چه کسی این نهج البلاغه و خطاب امیرالمومنین را نوشته است و غیره. من میخوام بگم اونهایی که میگن این خطبه و کل نهج البلاغه مال امیرالمومنین نیست، مصادر نهج البلاغه را برن بگیرن، از کتاب های اهل سنت مربوط به شیعه هم نیست، نویسنده شیعه است اما او زحمت کشیده. مصادر نهج البلاغه که صفحه 303 جزء 1 مربوط به خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا است، که اشاره می کند امیرالمومنین سلام الله علیه به مظلومیتش. در این خطبه، در این کتاب نهج مصادر و نهج البلاغه، جمله ای دارد خیلی جالب. میگه اولا این نهج البلاغه را درست سید الرضی جمع کرد، اما آیا قبل از سید الرضی رضوان الله تعالی علیه کسی هم نهج البلاغه را جمع کرده بود؟ حالا به عنوان خطاب امیرالمومنین میگه بله، مدرک داره، بی خود هم نمیگه. میگه اول کسی که خطاب امیرالمومنین را جمع کرد زید ابن وهب جهنی بود است یا جهنی. میگه اون در عبارت میگه و ظاهر ان هذا الكتاب اول کتاب جمع به کلام امیرالمومنین، اولین کتابی است که جمع شد، جمع کردن درباره خطبه امیرالمومنین. خب میگه چرا مهم اینه؟ میگه لعل مؤلفه ادرک الجاهلیت والاسلام، در زمان جاهلیت بوده، در اسلام هم اسلام آورده است، در حیات پیغمبر، بعد هجرت کرد، بعد در اثنایی که در مهاجرت بود خبر رسید به او که پیغمبر از دنیا رفته است، فبلغ وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الطریق، فهو بعد موند مدتی این شخص در خارج از مدینه موند و بعد نوشته است بعد که سکن الکوفه،
ساكن شد در كوفة، وكان في الجيش الذي كان مع علي بن أبي طالب در لشكر أمير المؤمنين سلام الله عليه بود، والذين ساروا إلى الخوارج. خب ما چی میفهمیم؟ این مرد در زمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده است، زید ابن وهب. این اول کسی بود که خطاب امیر المؤمنین را جمع کرد. بله. خب تاریخ اینو نوشته، بعد میاد میگن بر این که عرض میشود این خطبه مال امیر المؤمنین نیست. و یکی از چیزهایی که این زید ابن وهب نوشته همین خطبه شقشقیه است. خوب امیر المومنی در دلش کرده، حرفاش زده، مطالبش را گفته دیگه، حرف دیگه شما چی دارید؟ در اثنایی که خطبه میخوند امیر المومنی جمله زیباییست، در اثنایی که خطبه را داشت بیان میکرد، حرفاش میزد، به قول ماها در دلش میکرد، حضرت یک عربی وارد شد در مسجد. حالا بعضی ها میگن که این عرب عمدن آمده است، بعضی ها میگن نه این نفهمید اصلا، یعنی به قول ما ها مشکوک بوده. آمد یک کاری با امیر المومنین داشت، حضرت کلامش قطع شد. وقتی کلام حضرت قطع شد، عرب هم رفت بیرون. خب امیر المومنین حاجبی نداشته، امیر المومنین به قول ما ها وقت قبلی احتیاج نداشته، حال حضرت این شکلی بوده است. ابن عباس اشاره کرد به امیر المومنین که آقا ادامه بده حرفات را. حضرت یه نگاهی کرد و این جمله را فرمود، فرمود تلک شقشقتون حدرت ثم قررت. یعنی ما حالا یه حرفی را زدیم و عرض می شود و به قول ما ها من میگم، یعنی احساساتی شدیم، اینه من عرض کنم و دیگه تمام شد. ابن عباس تا زنده بود آه می کشید، می گفت چرا باید این عرب بیاد و کلام امیر المومنین قطع بشه و مطالبش را نتواند حضرت بگه. در دو جا نوشتن ابن عباس خیلی آه میکشید، در دو جا خیلی قصه میخور، یکی اینجا بود، یکی اون وقتی که پیغمبر اکرم در اون آخرین لحظات از حیاتش حضرت فرمود یک کاغذی بدید و یک قلمی لأکتب لکم کتابا لم تضلوا بعدی ابدا، یه چیزی من میخوام بنویسم که همه نوشتن سنی و شیعه، اگر ما میگیم چه کسی جسارت کرد به پیغمبر، کسی اعتراض نکنه، نه دی. حالا گفتن همه نوشتن، بردارید تاریخ مفصل سنی و شیعه، مورخین نوشتن بر این که یه نفر بلند شد بره یک کاغذ بیاره. در اینجا بود که عمر با یک لحن بسیار قشنگم نبود صدا زد ان الرجل لا يحجر، این مرد هدیان میگه، اختلاف شد که عمر راست میگه یا پیغمبر راست میگه. حضرت فرمود که برید و همه رفتن. حالا اینجا سوال است که پیغمبر این نامه رو نوشت یا ننوشت. من دیدم در کتابهایی که این نامه رو حضرت نوشت، یعنی بعد از آنی که رفتن نوشت این نامه رو. اما این نامه پیش آقا امام زمانه، چی میخواست پیغمبر بفرماید؟ اینجا یک جمله هست، باز یه خود دور نشیم از موضوع، چون موضوع ما مظلومیت امیر المومنین علی علیه السلام است و همچنین حضرت خدیجه، که باز هم باید چون این جلسه سه شب ما در باره مظلومیت حضرت خدیجه و امیر المومنین سلام الله علیه است و هر چه ما بگیم کم گفتیم. اینجا ابن عبدالحدید معتزلی استادی داره میگه من از استادم سوال کردم، استاد این مطلب درسته که پیغمبر فرمود یه کاغذی بدید من میخوام بنویسم یه چیزی را؟ میگه استادم گفت بله. میگه گفتم درسته بر این که یک کسی منعش کرد؟ گفت بله این هم درسته. و من سوال دیگه دارم، چی میخواست بنویسد پیغمبر در با این کاغذ در این نامه؟ میگه استادم بهم گفت اراد ان، یعنی در نهج البلاغه در شرح ابن ابی الحدید میگه پیغمبر اکرم اینه میگه، استادش میگه اراد ان یکتب فی حق علی. حالا این برداشت این استاد ابن ابی الحدید، اراد ان یکتب فی حق علی، خاص درباره علی چیزی بنویسد. میگه گفتم خب استاد بذار بنویسه مگر حالا چی میشه؟ گفت نمیدونی پسرم، اخذه الحسد، این حسدی که در دلشون بود.
قرآن میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ببینید احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیه و غیرهن، در دعای ندبه میخوانید. خب امیرالمومنین اینجا خطبه را بیان میکند. حالا من یه مقدار شرح میکنم اون جمله‌ای که در باره صبر آغاز اشاره میکنم. حضرت قسم میخورد و میفرماید اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحم. میگه خب حضرت میفرماید اینایی که حق مرا بردن اینها میدونستن که من احقم و من باید اینجا باشم، میدونن، آگاهی دارن، آگاهی و خبر علمشون تا این حد است ان محل منها محل القطب من الرحا. این آسیاب وقتی که میگرده دو تا سنگی رو که میذارن یک میله ای داره، این میله اگر نباشه این سنگ ها ثابت نمیمانه. اینه حضرت میفرماید من اون میله آسیابم، یعنی میله حکومتم، خلافتم، اصلم. اگر من نباشم هیچ، با واقعنم همینه. تمام مشکلات را می آمدن به امیر المومنین می گفتن. تمام درد دلهاشون را به امیر المومنین می گفتن. هر گرفتاری که داشتن و خودشون می دونستن که اصل امیر المومنین علی علیه السلامه. یه جمله اینجا من عرض بکنم، عرض می شود خدمت شما. یه روز یه نفر آمد در مسجد یه سوالی کرد، نتونستن جواب بدن. خب نمیتونستن دیگه، جواب را عاجز بودن. بعد یک نفر صدا زد که بفرستید علی ابن ابی طالب بیاد و این مشکله را برای شما حل بکنه. علی بیاد. این دیگه براشون عادی شده بود. ببینید عینا مثل کسی که یک واعظی، یک عالمی خواهد حرف بزنه نشسته است اما نمیذارن ما حرف بزنه، اما هر مشکلاتی که داره میگه برید از فلانی سوال کن، از فلانی سوال کنید. میگن خب اگر تو عالمی چرا همش میگه از فلانی، خودت چی داری؟ مگر نه 70 مرتبه ابن ابی الحدید میگه شمردم در تمام مشکلات ای صدا میزد لولا علی لهلک امم. عثمان هم داره در چندین مورد دلالت بر این که صدا میزد لولا علی لهلک عثمان. این را من عبارت چه ندیدم ولکن مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه دارد. خب یه جمله اینجا، اینجا وقتی که گفت برید امیر المومنین بیارید مشکل حل بشه، اینجاست که عمر یه جمله گفت، گفت ساکت شو فکلت که امو. ببینید چقدر تند هم بیا به عبارتی قشنگ گفت، ان مثل علی بیننا کمثل کعبه. علی بین ما مثل مثلش مثل کعبه است. حاجی میره دور کعبه طواف میکنه یا کعبه میاد تو خانه حاجی؟ گفتن نه. گفت انا نحتاج الى علی و علی لا يحتاج الینا. یه سوالی از ما کردش این سائل، چرا علی بیاد ما میریم. آمدن پیش امیرالمومنین و مشکل براشون حل شد. ببینید اینجاست که امیرالمومنین میفرماید ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السیل. سیل از بالا به پایین میاد، یعنی علوم، علم، تمام دانش، تمام چیزهایی که مردم احتیاج دارن از بالا به طرف من میاد. ولا یرقا الی الطیر، طیر فکر هم به من نخواهد رسید. تا حالا حضرت بیان میکند و میگه من عرض میشود دیدم حق مرا دارن میبرن و بردن، من هم مثل یک دستی که شکسته است، عاجز است، دیگه نمیتونه، یعنی یار و یاوری ندارم. نشستم در میان خانه. تا اون جمله‌ای که برای ما خیلی مهمه و شاهدمونه در این شبها اشاره کردیم، حضرت میفرماید فرأیتو، دیدم ان الصبر علی هاتا احجا. بهتر اینه که بنشینم در خانه صبر بکنم، یار و یاور که ندارم، همشون هم که دشمن.
ببینید اینا داره مظلومیتش میگه، ما مظلومیت امیرالمومنین داریم بیان میکنیم. اولا گفتیم خطبه سندش قوی محکم، حضرت میفرماید فصبرت على هاتا احجا. خب این جمله دل آقا امام زمان را آتش میزند. فصبرت و فی العین قضا، صبر کردم مثل کسی که یک خاکی تو چشمش ریخته باشد، یعنی نمیتونم کاری بکنم. نه عاجز بود امیرالمومنین برای حفظ دین، حفظ اسلام، حفظ یه مسائلی که مأمور بود به امیرالمومنین. و فی الحلق شجا، مثل کسی که در گلوش یک استخوان گیر کرده باشد. من این شکل صبر کردم. ارا تراثی نهبا، بردن حقوق را، بردن یعنی فدک را بردن، قوانین عوض شد، حلال خدا حرام، حرام خدا حلال. بله من چقدر وقت دارم؟ 15 دقیقه هنوز تا آخر برنامه فرصت داریم. بفهم. بله ببینید این مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه است. حضرت میفرماید روحی له الفدا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، الله اکبر، استخوان در گلوی من گیر کرده است. مظلومیت نیست مظلومیت امیرالمومنین؟ مظلومیت امیرالمومنین از کجا ما ببینیم پیدا؟ اینها باید گفته بشه. من اهل عرض می شود این نیستم که بخوام پرچم خلاف بردارم، نه این واقعیته. علی بن ابی طالب مظلومه، ائمه تمامشون مظلوم بودن، تمام اهل بیت عصمت و طهارت ظلم به اونها شد. این ظلم حالا کی برطرف می شود؟ بله مسلمان اون وقتی است که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر بشود. چون ایام ایامی است متعلق به ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، و ما این شبها را در عزای بیبی حضرت خدیجه سلام الله علیها بودیم، باید هم اشاره بکنیم، باز امشب هم اشاره میکنیم و هر چی هم بگیم هنوز کم گفتیم. اولا من این جمله را مقدمتا تا این جمله بخوام عرض کنم که بدونید چقدر مقام و عظمت امیرالمومنین چقدر عظیم و مهم است. حضرت خدیجه سلام الله علیها را شما قیاس نگیرید با همه زنهای پیغمبر. همه زنهای پیغمبر به شما محترمند. حالا بعضی از اونها یک مقدار یک انحرافاتی داشتند، یک حرفایی زدند، ما کار نداریم، اما زنهای پیغمبر محترمند و معززند، درسته. اما اینجا یک سوال میاد، زنهای پیغمبر در مدینه منوره با عرض می شود خدیجه کبرا یکسان بودن؟ نه. چرا؟ برای اون که اینها در مدینه منوره هیچ مشکلی نداشتن، خیلی محترم معززه، بهشون احترام گذاشته می شود، مشکلی نداشتن. جناب خدیجه 25 سال در مکه مکرمه، در اون دوران در مکه مکرمه از قبل از بعثت و بعد با مشکلاتی روبرو بود، با مصائب روبرو بود جناب خدیجه. خدیجه سلام الله علیها در دوران که پیغمبر اکرم در شعب ابی طالب اونجا بودن، این 4 سال یا 5 سالی که نوشتن خون جگر خورد، یعنی به عبارتی پیغمبر اکرم زندانی بود در اون شعب ابی طالب. تنها کسی که به داد پیغمبر میرسید و اصحاب پیغمبر جناب خدیجه بود از اون اموالش. فرق میکنه زندگانی حضرت خدیجه با زندگانی سایر زنهای پیغمبر. آقای خایری عذر میخوام، من یه سوالی برام پیش اومد. جمله‌ای که فرمودید همه همسران پیامبر برای ما معززه و مکرمه هستن، میشه راجع به این جمله مقدار توضیح بدید؟ یعنی الان مثلا همسر حضرت لوط که در قرآن کریم خدای عزوجل اون رو در حقیقت لعن کرده و نفرین کرده، به خاطر حضرت لوط باید برای ما معزز مکرمه باشه، یا اینکه در مورد آقا رسول الله قضیه فرق میکنه؟ یه مقدار برای عزیزانی که الان بیننده برنامه هستن این مسئله رو بازتر بکنید که خدای نکره شبهه برای کسی به وجود نیاد. ببینید زنهای پیغمبر، من اصلا زنهای پیغمبر خودمون رسول اکرم،
و این زنها خب قرآن اشاره میکند بر این که اینها محترمند و عیبی نداره. اما بعضی از زنها و زوجات پیغمبر اکرم اینها یه مقدار حالت انحراف پیدا کردن. شما همین داستان جمل را که ما بخونیم اون وقت میفهمیم قصه به کجا منتهی میشه. چرا باید داستان جمل بیمیون بیاد؟ چه کسی مؤسسش بوده؟ برای چی این داستان آمد؟ چند هزار از مسلمان ها کشته شدن؟ خب دوم این است که در داستان جمل عرض می شود اولا لشکرکشی در مقابل امام زمان به تعبیر خودشون خلیفه چهار. همون خلیفه چهارم هم نباید عرض می شود کشی لشکری در مقابلش قرار بده. بله اون زنهای پیغمبر بعضی هاشون بد نبودن و مسلمه و دیگران، اما ما قصدمون این است که اون زنها اینها یه مقدار حالت دیگه‌ای. همین داستان جمل را ما اگر نگاه بکنیم و تاریخش را بخوانیم اون وقت ما میفهمیم که عرض می شود همه زنهای پیغمبر برای ما بله محترمند، به استثنای اون افرادی که دشمنی. ببینید جنازه آقا امام حسن مجتبی را که دستور داد و اینها را تو ابهام میگم دیگران برن خودشون بحث همین از اینکه مشخص باشه که خدای نکرده جنازه امام حسن مجتبی را چه کسی دستور داد به تیر باران؟ داستان جمل، داستان جنازه امام حسن مربوط است به عایشه و مسلمه دیگه. خب این کار درست بوده؟ این کار صحیحه؟ این کار بله. باقی زنهای پیغمبر اسم ازشون نیست بر این که یک همچین کاری کرده باشن، یه صحنه آمده باشن و پرچمی برداشته باشن، کاری هم نداشتن، بلکه بعضی هاشون هم با این کار عرض می شود خلاف داشتن، گفتن نه این کار درست نیست. وقتی هم که خواست اون زن بره برای طرف بصره و اون جریان پیاده بشود منعش هم می کردن، خودم قبول نمی کرد. در هر صورت میخوام این عرض بکنم، نمیدونم مطلب روشن شد برای شما یا بله بله، میخوام خدای نکرده برای بینندگان عزیز جای بله. شبهه به وجود نیاد. بله بله. اما داستانمون زنهای انبیا رو ما حالا بحثش رو نمی کنیم، اون یه مسئله دیگری است. حالا نمیدونیم جناب نوح چند تا همسر داشته یا غیره، اما دو هم رفته جناب خدیجه سلام الله علیها غیر از زنهای پیغمبره، حتی ام سلمه با اون عظمت و مقام و مرتبهش، جناب خدیجه سلام الله علیها در دوران سخت، در دوران عرض می شود به قول ما تحریم اقتصادی بوده، تحریم اجتماعی بوده، کسی با پیغمبر حرف نزنه، غذا نده به پیغمبر، این بانو این چه خدمت کرده؟ اون وقت شما نگاه کنید اسم از این ام المؤمنین سلام الله علیها. من میخوام این جمله رو عرض بکنم، خیلی جالبه بالمناسبه که امیرالمومنین پیغمبر وقتی که مبعوث به رسالت شد، چون نبوت به علی ابن ابی طالب مبعوث به رسالت شد، پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب را صدا زد، خدیجه هم آمدن. حضرت فرمود میدونید من مبعوث به رسالت شدم؟ بله. حضرت فرمود میدونید بر این که میدانی خدیجه که بعد از من چه کسی باید این مقام را دارا بشود؟ بله. بفرمایید یا رسول الله. حضرت فرمود اون کسی که بعد از من می نشیند و مسند خلافت پسر عمم همین علی ابن ابی طالب، اون رو علی 13 ساله. بله. اون وقت دارد بر این که بفرمایید یا رسول الله هر دستوری که می دید. پیغمبر فرمود علی جون دستت بذار روی زمین، دست رو گذاشت روی زمین. پیغمبر دستش گذاشت بالای دست امیر المؤمنین، خدیجه تام دستت بیار بگذار رو دست من، اینجا با علی بیعت بکن به عنوان امامت و خلافت و خلیفه بعد از من. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این را بحار جزء 18 صفحه 233. بابا پیغمبر در اون علمی که خدا به پیغمبر داده میدونست، میداند پیغمبر اکرم که حضرت خدیجه از دنیا مثلا می رود، اما میخواد به دنیا بگه بابا علی جانشین من است، هرچه هست مال علی ابن ابی طالبه. اون وقت شما ببینید بیعت میکنه جناب خدیجه با کی؟ با
امیر المؤمنین، اما به این شکل دست علی را میذاره روی زمین، دست پیغمبر میذاره دست علی ابن ابی طالب، به خدیجه میگه دستت بذار روی دست من، حالا با علی بیعت بکن و بیعت میکند. جناب خدیجه با امیر المؤمنین به عنوان خلیفه بعد از پیغمبر. جناب خدیجه واقعا یک مقام و مرتبه بزرگی داره. یکی از مقامات جناب خدیجه این است که مادر 11 امامه. من میخوام بگم که مادر 11 امام نیست، مادر 12 امامه. شما ممکنه تعجب بکنید، این چطور؟ مگر علی ابن ابی طالب فرزند خدیجه است؟ میگیم نه، امیر المؤمنین بزرگ شد در خانه خدیجه. خدیجه سلام الله علیها مادری میکرد در حق امیر المؤمنین، بزرگ شده بود در خانه جناب خدیجه سلام الله علیه. این چه سعادتی است که ما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، فقط محض اطلاع خدمت مادر این بزرگواران باشه. بله 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت میگم، 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، فقط محض اطلاع گفتم که 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت بیشتر ندارم. و بعد جناب خدیجه از دنیا میرود و وقت رفتن جمله را یک مقدار شب عرض نکردم، این امشب عرض میکنم، از دنیا میرود جناب خدیجه و بعد در وقتش رحلت جبرائیل امین نازل میشود، کفن برای خدیجه میآورد، یک کفن برای خدیجه، یک کفن برای پیغمبر و یک کفن برای بی بی حضرت زهرا و یک کفن برای آقا امیر المؤمنین و آقا امام حسن. اون روز این کفنها را میده جبرائیل امین به پیغمبر اکرم. امیر المؤمنین اون روز کفنش از بهشت آمد، حضرت زهرا امام حسن هنوز به دنیا نیامده. جبرائیل میگه این کفن برای فرزندت حسن است، اما من میخوام بگم امام حسین کفن داشت؟ نه کفن نداشت. کفن امام حسین چه بوده است؟ برای امام حسن کفن آمد، برای پیغمبر، برای حضرت زهرا. سعادت خدیجه که باید در کفن پارچه ای از پارچه های بهشت بر بدنش گذاشته بشود، قربانت یا امیر المؤمنین. حالا میخوام این جمله را عرض بکنم، بگذارید در این پایان عرایزم دلها را ببریم کنار قبر امام حسین. مسلمن همه برای گوش میدن و دلهاشون به طرف امام حسین است. بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ای حسین عزیز، دشمنها چه کردن با شما؟ دشمنها چه کردن با مادرت؟ دشمنها با پدرت چه کردن؟ روز عاشورا مگر نمیگفتن کانو؟ همشون میگفتن نقاتلک بغضا من نال ابی، ما تو رو میکشیم برای که دشمنی با بابات داریم. اما کفن امام حسین میخواییم بگیم همون قطعه بوریا بود. سلامی عرض بکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. زینب کبرا نشست کنار بدن حسینش، صدا زد حسینم یوم على صدر المصطفى و یوم على وجه الثرى، چرا اوریون فتاده پیکر تو؟ چه حال است این بمیرد خواهر تو حسینم؟ الله اکبر. که کهنه جامعی کردی قناعت، که اون را کرد بیرون از تن تو برادرم حسینم. سلیمان جا چرا در این بیابون؟ چه شد انگشت و کو انگشتر تو؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. احسنت احسنت. رحمت الله و برکاته. حاجا خیر، خیلی ممنون و متشکر. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلبین ینقلبون. ببخشید از اینکه وقت برنامه ما متاسفانه به پایان رسید، استفاده کردیم و از شما و همه بینندگان در اینجا خداحافظی میکنم. التماس دعا و یا حسین.
مهر تو ای از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین